Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها بهترین هنوز محکم‌ترین اقتصاد دنیا رو دارن، اینا بعد از جنگ جهانی دوم محروم شدن از نیروی نظامی، ممنوع شدن که نیروی نظامی داشته باشن. خب نیروهای نظامی بیشترین خرجای کشورهای در حال جنگ رو می‌بردن، پولهاشون آزاد شد رفت دنبال کارهای علمی و تولیدی، اقتصاد علمی و دانشبانیان برای خودشون درست کردند، آسیب پذیر هم نیستند. این راه باز شده در ایران. شما معلمان، شما مدیران، شما دلسوزان کشور، مربیان باید وارد این فضا بشید. ما با یک مطمئنم که دوره دوم دولت آقای روحانی میتونه ما رو با اون انجا برسونه. یکی که بعضی ها بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این هم اگر از روی ناآگاهی گفته باشه، گفت ناآگاهی است. اگر از روی ناآگاهی گفته شده باشه، اون ناآگاهی است. از روی آگاهی اگر گفته شده باشه، خیانت داره.